اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن و اهلك اعداءهم و قتلتهم و ظالميهم اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عليكم و رحمة الله و اسعد الله ايامكم. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و سروران حسینی. ایام بزرگ داشت جایگاه و مقام عالم آل محمد حضرت ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو انشاءالله که همگی شما عزیزان در سلامت و عافیت باشید. امیدوارم در این شب و روزها حاجات خودتون رو از کریمه اهل البیت و امام رؤوف بگیرید و انشاءالله برای ظهور منجی عالم بشریت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دعاگو باشیم. افتخار دارم امروز هم در خدمت شما سروران هستم از استدیوی شبکه جهان امام حسین علیه السلام. خدمت کارشناس محترم برنامه حاج آقای بهرمن عرض سلام و ادب میکنم تا انشاءالله برنامه امروز رو هم آغاز کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خدمت همه بینندگان محترم و عزیز سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله امیدوارم همه عزیزان مورد لطف و عنایت حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف باشند. بلاها را از قاطبه دوستان و شیعیان اهل البیت در سراسر عالم انشاءالله برطرف فرماید. در خدمتم. بله، در جلسه گذشته در توضیح عبارات خطبه شریفه فدکیه یکی از نکات مهمی که اشاره فرمودید این بود که هنگامی که گناه به صورت علنی آشکار میشه و ظاهر میشه در جامعه و خواص نسبت به وظیفه خطیر امر معروف و نهی از منکر کوتاهی میکنند و بلکه نسبت به انجام گناه بی تفاوت میشن در جامعه، کل جامعه شامل خوبان و اشرار مستوجب عذاب و عقوبت الهی خواهند بود. با توجه به روایات شریف همچون آنچه که در خصوص انبیاء الهی هم مثل حضرت شعیب علیه السلام جاری شد و مؤمن بایستی در برابر محرمات الهی واکنش نشان بده و بی تفاوت نباشه. در خصوص عظمت بلای ارتحال وجود مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از دیگر نکاتی که گوشزد فرمودید این هست که این مسئله یک بلای عظیم برای کل عالم وجود و عالم تکوین بود و مؤمنین همواره در معرض بلا هستند و البلاء للولاء یک رابطه مستقیمی که بین بلا و ولایت خداوند متعال و اولیاء الهی وجود داره و این بلاها نه تنها باعث ترفیع درجات برای مؤمنین میشه و پاک شدن اونها از گناهان، بلکه باعث ظهور استعداد اونها در این عالم و بزرگ شدن ظرفیت وجودی اونها میشه. انشالله با ادامه بحث در خدمت شما خواهیم بود بعد از حدیثی که تقدیم شما سروران میکنیم. Oh,
الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه بعدد ما في علمك يا قهار يا جبار. السلام على المهدي وعلى آبائه. فلسفه خلقة انسان برای این است که آزمایش بشه. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، با امتحان، با بلا، با دیدن مصیبت و گرفتاری ها این انسان اون استعداد ذاتیش شکوفا میشد و به کمال میرسد. خداوند میخواد انسانهای مؤمن را به درجات عالیه از کمال و سعادت برساند از طریق بلاها. لذا روایات ما میفرماید که ایمان و بلا رابطه مستقیم با هم دارند. میفرماید همچون دو کفه ترازو هستند ایمان و بلا. کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه، هر مقداری که ایمان شخص درجهش بیشتر بشود، بلا هم، بلایی که برش نازل می شود و بلایی که بهش مبتلا می شود، اون هم بیشتر خواهد بود. اینجا یک روایتی هست که شخص به نام سلمان ابن غانم که او از دوستان و از شیعیان آقا امام صادق علیه السلام محضر حضرت میرسد. حضرت ازش میپرسند کیف ترکت الشیعه، آمدی نزد من، شیعیان در چه حالتی بودن؟ شیعیانی که با اونها زندگی میکنی، یعنی شیعیان در منطقه تو حالشون چگونه است، چه حالتی داشتن؟ عرض کرد ترکت الحاجت فیهم، اولا اینها نیازمند بودن، محتاج بودن، دستشون از مال دنیا خالی و تهی بود به خاطر ظلم ظالمین. وقتی حکومت و زمامداران ظالم باشد و ستمکار باشند، حق به اهل حق نمی رسد و ثروت به نحوه مساوی و به عدالت تقسیم نمی شود. اکثریت میشن فقیر و اقلیت میشن ثروتمند و مالدار. میگه من شیعیان را در حالی که تهی دست بودن، محتاج و فقیر بودن، اونها را رهاشون کردن. والبلاء اسرع الیهم من المیزاب السریع فی ماء المطر، بلا را در مورد اونها دیدم که سرعتش و شتابش از سرعت حرکت آب در ناودانی که باران درش دارد، آب باران در داخلش دارد جاری می شود، سرعت بلا از سرعت آب در ناودان هم بیشتره. پس هم محتاج اونها را ترک کردم و هم بلا به سرعت متوجه اونهاست. امام صادق علیه السلام تا این سخن را شنیدن فرمودن الله المستعان، یعنی از خداوند در همه امور باید کمک خواست و استعانت باید از او جست، مخصوصا در موقع بلا. در موقع بلا انسان توجهش به خدای متعال باید
بیشتر بشه، یعنی باید کمک گرفت از خدای متعال در هنگام بلا، الله المستعان. بعد حضرت رو کردن به این شخص، به همین سلمان ابن غانم، فرمودن کدوم یک تو را بیشتر خوشحال میکنه؟ ای سرک الامر الذی انت علیه ام مئت الف؟ آیا داشتن ولایت ما، داشتن محبت ما بیشتر تو را خوشحال میکند، یا در مقابل 100,000 درهم و دینار گیرت بیاد؟ درست فقیری محتاجی، اما اگه کسی الان حاضر بشه 100,000 دینار، 100,000 سکه طلا بهت بده، کدوم یک از اینها تو را خوشحالتر میکنه؟ داشتن ولایت تو را خوشحال میکنه یا داشتن 100,000 درهم و دینار؟ عرض کرد در جواب حضرت لا والله، 100,000 دینار، 100,000 سکه طلا مرا خوشحال نمیکنه. ولا جبال تهام ذهبا، تهام سرزمین مکه رو میگن، تمام کوههای سرزمین مکه طلا بشد در مقابل ولایت شما هرگز مرا خوشحال نمیکنه. یعنی من حاضر نیستم کوههای از طلا را بگیرم و ولایت شما را از دست بدم. حضرت فرمودند پس تو فقیر نیستی، شیعیان ما فقیر نیستند. فقیر اون کسیه که دستش از ولایت ما، از محبت و دوستی ما خالی باشد. فرمودن من اغنا منک و من اصحابنا، غنیتر و مالدارتر از تو و اصحاب تو کی است؟ یعنی حاضر نیستید کوههای مکه پر از طلا باشد را بگیرید و ولایت ما را از دست بدید؟ یعنی چیزی دارید که از کوههای طلا هم ارزشش نزد شما بیشتر و بالاتره. بنابراین بلا باعث می شود که انسان توجه پیدا کند به اون سرمایه خدادادی که خدای عز و جل بهش مرحمت کرده. مطلب دیگری که باید اینجا بهش اشاره کرد این است که وجود مبارک خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم که شهادت و ارتحالشون مصیبت عظیمی بود برای مسلمانان و برای اهل ایمان، وجود مبارک اون بزرگوار همچنان که قرآن کریم فرموده رحمتا للعالمین بودن، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سوره مبارکه انبیاء آیه 107. رحمت است برای عالمین. عالمین یعنی کیا؟ هر چی که غیر خدای عز و جل باشد اینا عالمینن. عالمین شامل جن، انس، ملک، حیوان، نبات و گیاه، گیاهان و جمادات، همه اینها میشن عالمین. و وجود مبارک آقا رسول الله صلی الله علیه و آله رحمت بودن برای اونچه که ما سوای خدا هستند، رحمتن برای انسانها، رحمتن برای ملائکه و فرشته ها، رحمتن برای حیوانات، رحمتن برای نباتات، رحمتن برای جمادات، موجودات زنده و غیر زنده، تمامشون نیازمند وجود مبارک پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رحمتن برای انسانها، چون انسانها را از جهل بیرون میارن به سوی علم. بشر هر چی آموخته است از راه پیامبران آموخته است، از راه اشرف الانبیا آموخته است.
انسانها را از ظلمت بیرون میاره، به سوی نور وارد میکند، از ظلمت خارج و وارد نورشون میکنه. اینو میگن رحمت. رحمت یعنی رفع نقص، اونی که جبران میکند نقصی که موجود است در انسان، ضعف انسان را تبدیل میکند به قوت و توانایی. وجود مبارک خاتم الانبیا فقر انسان ها را تبدیل میکند به غنا و دارایی، تفرقه انسان ها را و جدایی انسان ها را تبدیل میکند به وحدت و اتحاد. عداوتی که بین انسان ها هست، این عداوت به وجود مبارک پیغمبر اکرم تبدیل میشود به دوستی و محبت. کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم فیها. شماها قبل از رسالت پیغمبر و قبل از بعثت پیغمبر در لب پرتگاه آتش جهنم بودید، فانقذکم منها، پیغمبر اکرم شماها را از اون نجات داد، از واقع شدن و از وارد شدن در آتش دردناک جهنم. اعداء و دشمن یک دیگر بودید، فاصبحتم بنعمته اخوانا. دشمنی ها تبدیل می شود به محبت، دوستی، اخوت و برادری. تفرقه تبدیل می شود به وحدت و اتحاد. هلاکت تبدیل می شود به سعادت. زلالت و گمراهی تبدیل می شود به هدایت. معصیت ها و خلافکاری ها و گناهکاری ها همش تبدیل می شود به تقوا. پس وجود مبارک پیغمبر اکرم میشن رحمت برای جهانیان، برای عالمین. در حدیث قدسی خدای عز و جل به جناب عیسی ابن مریم علی نبینا و آله و علیه السلام فرموده: ثم انی اوصیک یا ابن مریم به سید المرسلین. تو را سفارش میکنم ای عیسای فرزند مریم پاک طاهره پاک دامن، تو را سفارش میکنم به سید مرسلین عالم و حبیبی منهم، اون آقایی که محبوب منه در بین تمام انبیا و تمام مرسلینه، اون آقایی که صاحب الوجه الاقمر، اون آقایی که صاحب چهره نورانی همچون ماه درخشنده، المشرق بالنور، که نورش نور صورتش اشراق دارد و همه جا را نورانی میکند. اون آقایی که طاهر القلب است، صاحب قلب پاک و پاکیزه است. از شدید البعث، اون آقایی که نسبت به مخالفین، نسبت به دشمنان خدا، نسبت به کفار و مشرکین سخت گیره، نسبت به مؤمنین رؤوف و مهربانه، اما نسبت به کافرها بسیار محکم و شدید و سخت گیر است. خداوند در ادامه این حدیث قدسی به عیسی می‌فرماید: فإنه رحمة للعالمین. این حبیب من، این سید مرسلین من، این صاحب چهره نورانی، صاحب قلب پاک، او رحمت است برای همه عالمین. یعنی حتی رحمت است برای توی عیسی، رحمت است برای موسی، رحمت است برای ابراهیم و نوح، رحمت است حتی بر حضرت آدم علیه السلام. و سید و ولد آدم عندی، او سرور فرزندان حضرت آدم علیه السلام، سرور و آقا و بله سید تمام فرزندان حضرت
آدم علیه السلام، پس در این حدیث قدسی تصریح شده است به اینکه او رحمتن للعالمین، بنابراین فقدانش باعث می شود که تمام عالمین، تمام ما سوای خدای عز و جل این مصیبت را درک بکنن و این مصیبت را احساس بکنن. مصیبت او یک مصیبت جهانگیر است، عمومی است، نه مصیبت جزئی مربوط به یک فرد یا افراد خاصی باشد. یا روایت شده، روایت را علامه عظیم الشان علامه مجلسی نور الله مرقده اون را در بحار شریفش نقل میکنه، قام رسول الله صلی الله علیه و آله علی الصفا و نادا فی ایام الموسم. و وقتی که مأموریت پیدا کرد پیغمبر اکرم که رسالت خودش را علنی کنه و آشکار کنه، در ایام موسم حج که مردم آمده بودن برای زیارت خانه خدا و مشغول طواف کعبه مکرمه بودن، آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بر کوه صفا اونجا مستقر شدن و با صدای بلند فرمودن ایها الناس، یا ایها الناس انی رسول رب العالمین، من فرستاده اللهیم که رب العالمین است، پروردگار همه جهانیانه. اینایی که مشغول طواف بودن همشون صورت خودشون را تابوندن به سمت پیغمبر اکرم، همه شروع کردن نگاه کردن به این آقا که این آقا دارد چی میگه. من پیامبرم و فرستاده از طرف رب العالمینم. سه مرتبه پیغمبر اکرم این جمله را فرمودن، انا رسول رب العالمین، انا رسول الله، انا رسول رب العالمین. حضرت از اونجا پایین اومدن، حرکت کردن، رفتن به طرف مروه، به طرف کوه مروه. ثم وضع یده فی اذنه و نادا ثلاثا، حضرت دست گذاشتن روی گوش مبارکشون و با صدای بلند و اعلا صوته، با صدای بلند، با بلندترین حد صدایشون سه مرتبه ندا سر دادن ایها الناس انی رسول الله، انی رسول الله، انی رسول الله. باز مردمی که مشغول طواف بودن صورتشون را به طرف پیغمبر اکرم کردن که ببینن این آقا داره چی میگه. و رماه ابو جهل به حجر فشج بین عینیه، ابو جهل ملعون سنگی را از زمین برداشت، سنگ کوهی، چون اونجا سرزمین مکه همش کوهستانه، همش سنگ های درد آور کوهستانی، یکی از این سنگ ها را پرتاب کرد به سمت پیغمبر اکرم و پیشانی حضرت را بین دو چشم حضرت را شکافت و خون جاری شد. خب ابو جهل یه شخصیت بزرگی بود در زمان خودش، دنبال کار ابو جهل مشرکینی که مشغول طواف بودن، اونها هم خم شدن، هر کدامشون سنگی از زمین برداشتن، چون زمین تمامش سنگ بود اون زمان، هر کسی تونست یک سنگی از زمین بردارد. و تبعه المشرکون بالحجاره، تمام اینایی که مشغول طواف بودن تعدادشون بسیار زیاد بود، همه شروع کردن پیغمبر را سنگ بزنن که تمام بدن حضرت مجروح شد، که وقتی حرکت می کردن خون از بدن حضرت روی زمین جاری می شد، حضرت ناچار شدن برن بالای کوه.
فاستند الى موضع يقال له المتكأ، یه جایی که بهش میگفتن تکیه گاه، اونجا را پیدا کردن و تکیه بهش دادن. دیگه توان حرکت کردن نداشتن از بس خون از بدن مبارکشون خارج شده بود و به سرعت هم بالای کوه رفته بودن، دیگه این قوای بدنیشون را حضرت از دست داده بودن. و جاء المشركون في طلبه، همه این مشرکین رفتن بالای کوه و بگردن ببینن آقا رسول الله کجا هست که اگر زنده هست آقا را بکشن. جاء رجل الى علی ابن ابی طالب، شخصی آمد محضر آقا علی ابن ابی طالب علیه السلام که اون زمان 14-15 سال بیشتر عمر مبارکشون نبود، و قال یا علی، عرض کرد علی جان قد قتل محمد، آقا رسول الله حضرت محمد از دنیا رفته کشته شد. یقین کرد که آقا رسول الله کشته شده، برای اینکه یه ضربه و 10 ضربه و 100 ضربت نبود که به حضرت وارد کردن، تمام اینها به حضرت، به بدن حضرت سنگ می زدن و قطعا باورشون اومد که آقا رسول الله از دنیا رفته. فورا آقا امیرالمؤمنین علیه السلام انطلق الى منزل خدیجه علیه السلام، رفتن سراغ حضرت خدیجه که در خانه رسول الله بودن. فدق الباب، در را زدن، حضرت خدیجه سلام الله علیها فرمود من هادا، کیه که این وقت اومده در خونه ما را میزنه؟ آقا امیرالمؤمنین فرمودن انا علی، باز کنید، من علی هستم. عرض کرد یا علی ما فعل محمد، حضرت محمد چه کار کرد؟ چون خبر داده بود به حضرت خدیجه که من بناس اعلان کنم در بین مردم رسالت خودم را. امیرالمؤمنین فرمودن نمیدونم چه کار کرد، لا ادری الا ان المشرکین قد رموه بالحجاره، فقط اینه میدونم که مشرکین تمامشون او را سنگ بارون کردن. و ما ادری، و نمیدونم الان حیون او میت، آیا زنده است یا از دنیا رفته. فاعطنی شیئا من المال و خذی معک شیئا، یه مقدار آب به من بده، با خودت هم غذا بردار، چون الان قطعا رسول الله اگر زنده است هم تشنه است و هم گرسنه. بیا تا با هم بریم بگردیم تو این کوهستان، شاید ما او را پیدا کنیم. فمضى علیه السلام، حرکت کرد آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه تا از کوه بالا رفتن، و حضرت خدیجه هم علیه السلام همراه امیرالمؤمنین بود. آقا امیرالمؤمنین فرمودن شما داخل وادی را، داخل این دره ها را شما نگاه کن و من میرم قسمت بالای کوه نگاه کنم ببینم رسول الله کجا هستن. و جعل ینادی، شروع کرد آقا امیرالمؤمنین ندا سر بده که یا محمد یا رسول الله نفسی لک الفدا فی ای واد انت ملقا، کجا هستید، کجا افتادید، جواب بدید. و البته حدیث ادامه داره و ادامهش مورد شاهد ماست، انشاءالله میگذاریم برای جلسه آتی انشاءالله. الا لعنت الله علی قوم الظالمین و سیعلم الذین ظلم و ایم قلب ینقلبون. خداوند انشاءالله منتقم آل محمد رو، وجود نازنین حضرت بقیت الله العظم رو برسونه تا انشاءالله انتقام ظلم و جفایی که در مورد پیامبر اکرم و اهل بیت ایشون در طول تاریخ انجام شد و روا دانسته شد رو بگیرند و انشاءالله فرج مؤمنین فرا برسند. با ما همراه باشید با میان برنامه‌ای که تقدیم شما می‌کنیم و به استودیو برمیگردیم و انشاءالله پاسخگوی سوالاتتون خواهیم بود.
عرض سلام و ادب مجدد خدمت همه شما عزیزان و سروران حسینی. اولین سوالی که بینندگان محترم پرسیدند این هست که خواستن توضیح بدید که حاکم شرع به چه کسی گفته می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. حاکم شرع همون مجتهد جامع شرایطه، همون مرجع تقلیدی که ازش تقلید میکنیم. بله، مرجع تقلیدی که در موقع قضاوت بهش احتیاج داریم، بهش نیاز داریم، اینه میگن حاکم شرع. پس مجتهد جامع شرایط که میتونه احکام الهی رو از ادله خودش استنباط کنه، اینه بهش میگن حاکم شرع و قول او برای ما حجت، حکم او حکم خدای تبارک و تعالی از طرف ائمه هدا علیهم السلام، قولش برای ما حجت و باید کلامش رو بشنویم. بله، دیگر سوال این هست که قرار دادن بینی بر مهر یا زمین هنگام سجده آیا جایز است؟ سجده خودش نهایت خضوع و فروتنی در مقابل خدای تبارک و تعالی است. سجده باید بر روی خاک باشد. حالا اگر بینی انسان هم به خاک برسه موقع سجده، این نشونه تواضع بیشتره، یعنی اینکه داریم به خدای عز و جل عرض میکنیم که ما بینی خودمون را خودمون به خاک میمالونیم در برابر عظمت خدای عز و جل، و این علامت فروتنیه، علامت خضوع و خشوع. بله، بیننده محترم پرسیدند که آیا در نماز واجب می توانیم به حمد تنها اکتفا کنیم؟ در حالت عادی نه، در حالت عادی انسان هم باید حمد بخونه، در نمازش هم باید سوره بخونه، اولم حمد بعد سوره، نمیشد اینها با هم جاش جا به جا بشه. در موقع ضرورت اشکالی ندارد، مثلا یه وقت انسان بیماره، بر اثر بیماری ناتوانه، قدرت زیاد خوندن طولانی دادن نماز را نداره، اینجا مجاز هست که فقط حمد بخونه و نیازی به خوندن سوره ندارد. یا وقتی که زمانی که نمازش وقتش زیقه، نزدیکه که مثلا آفتاب طلوع کنه، یا نزدیکی که آفتاب غروب کنه و هنوز نماز مثلا ظهر عصرش را نخونده است، اینجا باید یک نماز کوتاهی بخونه، حمد بخونه بدون سوره. یا مثلا برای امری، برای کاری عجله داشته باشه، تو فرودگاه هواپیما میخواد پرواز کنه، قطار میخواد حرکت کنه، اتوبوس میخواد حرکت کنه و میترسه الان جا بمونه، اگر برای امری عجله داشته باشه، اینجا شارع مقدس بهش این اجازه رو داده که حمد بخونه بدون سوره. بله، پرسیدند که شغل‌های مکروه کدام هستند؟ بعضی شغل‌ها تأثیر در روان و روح انسان میذاره، تأثیر منفی برای روح انسان داره، و این شغل‌ها را انسان بهتره که به عنوان شغل اصلی خودش انتخاب نکنه، عند ضروره از اینها استفاده کنه، اگرچه بهش نیازمندیم در جامعه. اون تا انسان در انتخاب شغل اولا اینها را انتخاب نکنه، مثلا قصابی، کفن فروشی که روایت دارد که شخصی که کفن میفروشه همش آرزوش این است که مردم زود از دنیا برن که کفنهاش فروخته بشه، حالت منفی در وجود انسان میگذره. یا شغل صرافی،
شغل صرافی این کار ممکنه که انسان بیفته به دام ربا. بله. ازا از این شغل تا بتونه خودداری کنه، اگرچه حرام نیست ولی بهتره که نباشه. یا شغل زرگری، چون باز زرگری و طلا فروشی ایمن از ربا نیست و ممکنه حلال و حرام با هم چی بشن؟ با هم قاطی بشن. اینها شغل هایی که انتخاب اونها برای انسان کراهت داره. بله. پرسیدن که در بیان عذرخواهی میکنم، بیننده محترم پرسیدن که اگر انسان در بیابان باشه و از جهت قبله آگاهی نداشته باشه چگونه بایستی نماز بخونه؟ اگر به هیچ وجه نتونه قبله رو پیدا کنه، نه کسی هست که ازش بپرسه و قبله نما هم مثلا نداره، از محراب مسلمین هم نتونست قبله رو پیدا کنه، از قبرستان مسلمین نتونست قبله رو پیدا کنه و الان وقت نمازه، اگر در سعی وقت، یعنی اول وقت میخواد نماز بخونه، میتونه به چهار جهت نماز بخونه. به چهار جهت مثلا نماز عصر بخونه، به چهار جهت هم نماز ظهر بخونه، به چهار جهت هم نماز عصر بخونه. و اگر وقت او نه، وقت او مجال نداره، وقت او در تنگی وقت، در ضیق وقت، به مقداری که وقت داره نماز بخونه. مثلا اگر به اندازه یک نماز وقت دارد، خب یک نماز بخوند به هر سمتی، به هر جهتی که گمانش رسید. بله. اشکالی نداره. بله. بسیار ممنون و متشکرم از پاسخهای شما. انشاءالله باقی سوالات رو بگذاریم برای روزهای آتی. تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که سوالاتتون رو با ما در میان میگذارید. انشاءالله که اگر انتقاد و پیشنهادی هم در راستای اطلاع کیفیت برنامه دارید به ما گوش زد بفرمایید، ما رو در جریان بگذارید. ما هم انشاءالله در کربلای معلا دعاگوی شما خواهیم بود. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا بفضلك من خير أعوانه وأنصاره. يا علي مدد، خدا یارو نگهدارتون.